ونیز شهری با حمل و نقل آبی، از قایق‌های محلی گندولا تا کشتی‌های غول‌پیکر تفریحی. چند سالی است حامیان محیط زیست و میراث فرهنگی مخالف ورود این کشتی‌های غول‌پیکر به ونیز هستند. آنها هشدار می‌دهند که این کشتی‌ها باعث ایجاد امواج بزرگی می‌شوند که پایه‌های شهر را خراب می‌کند و به اکوسیستم شکننده تالاب آن آسیب می‌رساند. حالا این مخالفت‌ها نتیجه داده و دولت اعلام کرد از اول ماه آگوست ورود این کشتی‌ها به ونیز ممنوع است. یونسکو در طول این سالها کار مثبتی انجام داد و به افزایش آگاهی در سراسر جهان در مورد یک واقعیت آشکار کمک کرد. 9 سال پیش وقتی اعتراضمون رو شروع کردیم به طور متوسط 10 کشتی در طول آخر هفته ها داشتیم. امروز بالاخره کشتی ها از اول آگوست دیگر قادر نیستن که به شهر نزدیک بشن و این دستاوردیه که باعث افتخار ماست و از این بابت راضی هستیم. تصمیم ممنوعیت ورود کشتی‌ها درست چند روز قبل از جلسه سازمان یونسکو گرفته شد که پیشنهاد کرده بود ونیز را به فهرست میراث در معرض خطر اضافه کند. شهرداری ونیز از این تصمیم راضی نیست و این را خطری بزرگ برای نابودی شغل‌های وابسته به توریسم در ونیز می‌داند. در واقع بحث عدم ورود کشتی‌های تفریحی است. این به این معنیه که دیگه کشتی اینجا لنگر نمیندازه، حتی کشتی‌های توریستی، و این باعث بحران برای بسیاری از کارگران و صنعت توریسم میشه که ذره امید داشتن. بعد از یک سال و نیم که هیچ فعالیتی نداشتن، با این قانون امیدشون رو از دست دادن. اهالی ونیز پایداری پی خانه‌هایشان را به خیلی گردشگران سوار بر کشتی‌های بزرگ ترجیح دادند تا ونیز همچنان به عنوان یکی از جذاب‌ترین شاهکارهای معماری جهان استوار بماند. مهران عباسیان، ایران اینترنشنال.